سلام و درود به چنل یوتیوبی یوسف باربر، خیلی خوش اومدید. دوستان در این ویدیو میخوام به شما آموزش بدم که چطور ماشین اسلاتون رو تنظیم کنید روی صفر. یه پایین که نشون بدم. دوستان عزیز، این ماشین اسلات من ماجیک کوردلس برند وال آمریکا. همونطور که میبینید تیغه هاش صفر نیست، 25. دو تا پیچ داره این پشت ماشین اسلا که ما این پیچ ها رو یه مقدار شل میکنیم. فقط حواستون باشه که یعنی دقت کنید که این چارسو، این پیچ گوشتی در نره که این لبه های پیچ رو بزنه خراب کنه. یه مقدار شلش کردم، لازم نیست که کامل بازش کنید، یه مقدار شلش میکنید، بعد به این شکل میگیری دستت و صورت منو بگیر. چطور دارم نگاه میکنم؟ دوتا هم ماشین اسلا هم صورت من توی تصویر باشه، توی تصویره. به این شکل تنظیمش میکنم، نگاهش میکنم که کاملا صفر باشه. حالا بیا روی ماشین اسلا. کاملا وقتی صفر شد برش میگردونم به این شکل و به این شکل ماشین رو میگیرم، یعنی به این شکل تیغه ثابت رو میگیرم که تکون نخوره. دوستان عزیز، وقتی ماشین اصلاحاتون رو صفر میکنید هر چند روز یه بار چک کنید ماشین اصلاح رو که از تنظیم خارج نشده باشه، که اگر از تنظیم خارج شده بود دوباره باید صفرش کنید. این هم از تنظیم کردن تیغه ماشین اصلاح. خب این از تیغه. حالا بعضی موقع ها ممکنه که شما این گارد ماشینتون که باز و بست میشه شل باشه. مثلا شما گارد ماشین رو باز کردی و داری کار انجام میدی و گارد ماشین خود به خود بسته میشه. این مشکلش چیه؟ ببینید دوستان، شما این گارد ماشین رو اینجا یه چی داره؟ یه پیچ داره. یه مقدار صفر کنید به این شکل و همونطور که میبینید کاملا صفت میشه. زیاد هم صفت نکنید هرز بشه، خیلی آهسته و با دقت صفت کنید و زیاد هم لازم نیست صفت بشه. یه مقدار فقط صفت بشه که وقتی گارد ماشین رو باز کردید کار کردید باش خود به خود بسته نشه. این هم از آموزش صفت کردن تیغه ماشین اصلاح و صفت کردن گارد ماشین اصلاح. امیدوارم که به کارتون بیاد و استفاده لازم رو برده باشید. تا دوری دیگر، بدرود.